هشتم ثور یکی از روزهای زرین در تاریخ کشور به ثبت رسیده است. در این روز تمامی مردم افغانستان توانستند تا بر علیه اتحاد جماهیر شوروی و پس از 14 سال مجاهدت خستگی ناپذیر استقلال سیاسیشان را به دست آورند. از این رو اینجا در پایتخت شمار از چهره های جهادی و شخصیت های ملی گرد آمدند تا از این روز گرامی داشت به عمل آورده و از کارنامه های مجاهدین افغان ستایش نمایند. اگر امروز مصاحب نظام دموکراتیک یا یک نظام حکومتداری هستیم، بدون شک مجاهدین و سران مجاهدین نقش بسیار برازنده و نقش بسیار معززه داشتم. بانک در این اواخر نبردهای شدید میان نیروهای امنیتی و مخالفین مسلح دولت در نقاط مختلف کشور عملا جریان دارد، اما دیده می شود که شمار زیادی از چهره های جهادی نسبت به عدم نقششان از سوی حکومت در این زمینه ناراض هستند. از این رو اشتراک کنندگان در این مراسم هشدار می دهند تا زمانی که با آنها نقش فعال داده نشود هیچ پیشرفتی در کشور به وجود نخواهد آمد. ما در این جغرافیا مبارزه می کردیم و امروز هم از همین جایگاه مخصوص در حضور رسانه ها و مطبوعات اعلام میکنیم که ما از خط مقدم جنگ از بدخشان و تخار و دیروز و پریروز ما بالاخره به کابل آمدیم و اعلان و هشدار ما این است که دولت حکومت وحدت ملی در افغانستان بدون همکاری مجاهدین قطعاً یک قدم پیشرفت نمی‌تواند. اما بیشتر از نگرانی‌های اشتراک کنندگان در این مراسم را خدشه‌دار ساختن مجاهدت‌های افغان‌ها در دوران جهاد و مقاومت مردم افغانستان از سوی برخی حلقات تشکیل می‌دهد. جهاد 14 ساله مردم افغانستان افتخار آفرین است برای همه مرد و زن و مردم مجاهد و مسلمان افغانستان، اما میخواهند این جهاد خدشه‌دار بسازند. تبلیغات های عجیب و غریب میکنند که در زمان دولت اسلامی و بعد از او در زمان مقاومت که گویا این جنگ تنظیمی بوده و یا گویا مجاهدین همگی از یا استفاده های مالی زیادی از اقتدار خود کردند. این در حال است که پیش از این همواره رهبران حکومت بر نقش فعال مجاهدین و خیزش‌های مردمی در برابر حراس افکنان در کشور تاکید کردند، موضوعی که تاکنون رضایت این قشر از جامعه را برآورده نساخته است.